موتر حامل رهبر مخالفان حکومت بلاروس برای اولین مصاحبهش در خاک ایالات متحده از راه میرسد. قرار است او هفته پرمشغله در واشنگتن داشته باشد. اسوتلانا تیخانوسکایا که در لیتوانیا در تبعید زندگی میکند، بعد دعوت وزارت خارجه ایالات متحده اولین سفر رسمی خود به واشنگتن را انجام می‌دهد. خانم تیخانوسکایا با صراحت درباره دلیل آغاز سفر بین اروپا و آمریکا صحبت می‌کند. خواسته من از ایالات متحده این است که بلاروس را در آجندای خود داشته باشد. هدف اصلی من صحبت در مورد بلاروس و وضعیت این کشور است. قصد دارم درباره افزایش خشونت توسط رژیم این کشور حرف بزنم. پس از برخورد مرگبار با معترضین صلح طلب که سال گذشته پس از انتخابات 9 آگست در بلاروس اتفاق افتاد، خانم تیخانوسکایا به ناچار با دو طفل خردسال خود کشورش را ترک کرد. انتخاباتی که رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو برای ششمین بار پیاپی ادعای پیروزی کرد. او میگوید که کشورش به کمک ایالات متحده نیازمند است. من از ایالات متحده تقاضا می کنم تا ما را همراهی کند. در شرایطی که رژیم بلاروس سعی در نابودی همه چیز به شمول رسانه‌های جمعی و نهادهای مختلف دارد، حمایت از مردم این کشور به شدت مهم است. آزادی بیش از 500 زندانی سیاسی که در جریان اعتراضات توسط حکومت بلاروس بازداشت شدند، از موارد قابل ملاحظه برای دموکراسی در بلاروس و شخص تیخانوسکایا است. همسر او سرهی نیز یکی از این زندانیان است. تنها راهی که میتوان بر حکومت بلاروس فشار آورد تا زندانیان را رها کند، فشارهای اقتصادی و سیاسی است. من اطمینان دارم که این امر به زودی محقق خواهد شد. سفر تیخانوسکایا به واشنگتن نه تنها توسط حکومت بلاروس، بلکه رئیس جمهور روسیه که بلاروس را در حوزه نفوذ سیاسی خود می‌بیند نیز زیر نظر خواهد بود. پوتین الزاماً نمی‌خواهد حکومت یک مستبد دیگر که او آن را بخشی از حوزه نفوذ خود قلمداد می‌کند سقوط کند. پوتین علاقه‌ای به خیزش‌های دموکراتیک در مرزهای روسیه ندارد. رهبری سیاسی ایالات متحده به این امر به خوبی واقف است، اما معتقد است که روابط ایالات متحده و بلاروس شکست ناپذیر است. تا یه مدتی روابط خوبی میان روسیه و بلاروس برقرار نبوده است. اما گذشته از اعمال تحریم‌ها توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا و برخی دیگری از کشورها بر رژیم بلاروس در ختم ماه جون هفته گذشته، رامه مدنی و رسانه‌های این کشور شاهد دور جدیدی از دستگیری‌های خودسرانه توسط حکومت بلاروس بودند. یلدا بکتاش، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.